ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلامی دیگر از زیر آسمان پاریس، آسمانی ابری تر از تمام زمستان ها، اما دلگرمی ها بسیار بسیار. دو گزارش رو در این برنامه خواهید دید. گزارش اول هیچ ارتباطی به موضوع گزارش دوم نداره. اگر یادتون باشه چند سال پیش، حدود 3 سال پیش، از مؤسسه AVPA که همه ساله کنکورهای مختلفی رو برگزار میکنه، بار اول که با این مؤسسه آشنا شدم کنکور آب بود. 73 مؤسسه تولید آب یا کشور در این کنکور شرکت کرده بودند، انواع آبهای آشامیدنی. چندی پیش کنکور چای، روغن و حالا این بار کنکور قهوه که در فینال اون 9 مارک قهوه به قضاوت داوران گذاشته شد در مورد چشایی و نظر داوران، و مدیر این مؤسسه گزارشی رو تهیه کردم که همکنون مشاهده خواهید کرد. مؤسسه AVPA برگزار کننده کنکور سالانه بهترین قهوه، چای، روغن و حتی آب آشامیدنی است. چند سال پیش رقابت کنکور آب را که از انواع نوشیدنی های آب در کشورها و مارک‌های مختلف بود دیدید. حالا امسال قهوه که با جزئیات آن آشنا می‌شویم. عمدن برای عدم تبلیغات نام و مارک برنده را اعلام نمی‌کنیم. سالن چشایی در اتاق‌های مختلف برگزار می‌شود. امروز 9 قهوه مختلف را چشایی می‌کنیم. این 9 قهوه‌ها به طور دم کرده و 3 مارک دیگر به شکل ماشین اکسپرس. در این ردبندی کشور و منطقه مد نظر نیست، بلکه فقط طعم قهوه مهم است. میپرسم این قهوه ها از کجا می آید؟ از هر 4 سوی جغرافیایی، در مجموع از 30 کشور، از امریکای جنوبی گرفته تا افریقا. باید گفت داوران در قضاوتشان بسیار سخت گیرند. گشت و گذار در اسباب و اجزای برگزاری مراسم و یا که آشنایی با دانش کار و یا سلیقه داوران نشان از صمیمیت و وفاداری و علاقه به حرفشان است. این سگ مهربان هم جزو داوران نیست، ولی با محبت نگاهش تمام مراحل را زیر نظر دارد. در مهربانیش ثانیه ای شک نکنید. Ah mais c'est peut-être parce que c'était peut-être un produit éventuellement comme poire ou une note fermentée, mais c'est fermenté, c'est plus oxydé là du tout. اولین داور خانم مورگاندشتر، تفاوت یک قهوه خوب و یک قهوه بد چیست؟ Alors déjà c'est très personnel. Un bon café et un mauvais café. Donc les préférences elles sont le fruit de l'histoire des gens. قبل از هر چیز ابتدا سلیقه فردی و شخصی است. چه باوری به نوشیدن یک قهوه میتواند وجود داشته باشد؟ برای من یک قهوه خوب ابتدا کیفیت آن است، قبل از دم کردن. من شخصا قهوه را که به تعادل شاخصهای یک قهوه خوب توجه دارد را ترجیح میدم. قهوه ای که ترشوهای چشایی را به حرکت درآورد، آنگونه که جدا از ماده اولیه طعم مطلوب قهوه را به بزاق بیاورد. آیا می شود قهوه را با شراب مقایسه کرد؟ یعنی هر کس هر مزه‌ای را که دوست دارد؟ البته تصمیم درستی است، اما ما عادت به مقایسه نداریم. یک مارک را می خریم و به عادت مصرف می کنیم. خانم فرانسواز مارتان داور دیگر این مسابقات رقابتی است.
او نیز تخصصهای لازم را دارد. در برابر این پرسش که آیا یک قهوه میتواند در کشورهای گوناگون طعم و مزه متفاوتی داشته باشد، میگوید Est-ce que pour vous le même café dans deux endroits différents ou dans deux pays différents a les différents goûts? Je pense qu'il peut avoir effectivement le même café en fonction du lieu. بستگی به روحیه و همراهانمان دارد. اگر پیامی برای علاقمندان قهوه داشته باشید، آن پیام چیست؟ لذت چشایی برای آنچه که در طعم به زبان می آید و در بوی آن در بینی. و حالا زمان چشایی قهوه های گوناگونی است که عمدن با ساده ترین نحو ممکن دم کرده اند. حرارت آب و زمان دم کشیدن قهوه محاسبه شده و هر داور بلافاصله روی کامپیوتر نظراتش را می نویسد و در پایان روز جمع بندی نمرات داده می شود. Pourquoi vous enlevez les mousses? C'est pour pouvoir avoir une boisson correcte. داور دیگر خانم دایانا کیم گفته های جالبی دارد. ما پرسش های زیادی را می توانستیم از خود قهوه بپرسیم. به نظر شما اولین سوال از خود قهوه چه باید باشد؟ شاید اینکه ما وقتی یک فنجان قهوه را می نوشیم قبل و بعد همان شخص هستیم. خواهم گفت نه، بعد از نوشیدن قهوه بستگی دارد به اینکه ما به چه مارک و جنسی از قهوه را انتخاب کرده ایم. برای من هر فنجان قهوه یک تجربه است و هر بار فنجان تازه تجربه تازه ای خواهد بود. به چه دلیل خواستید عضو هیئت داوران باشید؟ من در حال افتتاح یک کافی شاپ هستم و لازم بود در این حیطه بیشتر بدانم و بیشتر بشناسم. میدانیم که نوشیدنی های روزانه یا قهوه است یا چای. به نظر شما کدام یک جنگ را برده و یا خواهند برد؟ On sait que dans le monde entier il y a deux boissons en concurrence du thé et du café. Qui a gagné la guerre ou qui va gagner la guerre? Je sais pas si on pourrait dire enfin si on peut appeler ça une guerre. من از کلمه همزیستی استفاده می کنم. می شود یکی یا هر دو را دوست داشت. بستگی به حال و روان من دارد. پیام شما برای بینندگان این گزارش چه خواهد بود؟ خواهم گفت به کافی شاپ ما بیایید. بایستی قهوه های مختلف و تفاوت را چشید و شناخت و شاید عادت فقط به یک نوع قهوه جالب نباشد. خانم سینیالاب، شما نیز یکی از داوران هستید. آیا پس از یک هفته جلسات گوناگون در چشای داوری از نتایج راضی هستید؟ بله، این هشتمین سال کنکور قهوه بود که برگزار شد. هر سال بهتر شدن کیفیت قهوه را شاهد هستیم. این کنکور بین المللی است و بیشترین قهوه را از چهار قاره دریافت می کنیم. آیا اعلام نتایج کنکور قهوه در فروش مارک‌های مختلف اثر دارد؟ آیا مردم به نتایج این کنکورها اصولاً اهمیت می‌دهند؟ دو پرسش شما کاملاً متضاد است. بله، حتماً اثر دارد، ولی ما دخالتی نداریم. این صاحب کالاست که تصمیم می‌گیرد مدال دریافتی را روی پاکت محصولاتش قرار بدهد. تصمیم گیری با آنهاست و نه با ما. مثلاً قهوه‌ای که از پرو و یا کولومبی و یا ویتنام می آید، وقتی مؤسسه ارزش گذاری به آنها اعلام می کند، آنها به آن افتخار می کنند. در مورد بخش دوم پرسش شما، این ما نیستیم که به مردم می گوییم فلان مارک را بنوشید و یا آن مارک دیگر را. خود مردم انتخاب می کنند. در نهایت کنکور ما، اگر مردم به ما اطمینان می کنند، در تصمیم گیرشان می توانند آگاه تر باشند. Pour ma dernière question, peut-être une question privée. Combien de café vous buvez par jour? Moi personnellement, pour être vraiment franc, je ne bois pas beaucoup.
Parce que je suis devenue très exigeante. آیا می توانم بپرسم چند قهوه در روز می نوشید؟ بله من خیلی قهوه نمی نوشم چون توقعم از یک فنجان قهوه بسیار است. Jean-Emmanuel Jourde, secrétaire de la VPA. Nous sommes dans les locaux de la VPA et dans ces locaux, nous avons un caféier que nous avons planté directement sous forme de graines et qui a bien poussé. Il s'agit d'un café arabica Catoa qui vient de Colombie. این Jean-Emmanuel Jourde, مدیر مؤسسه AVPA است. این نهال قهوه را که می‌بینید، قهوه عربیکا است به نام کاتورا که به عنوان سمبل در اینجا قرار داده ایم و از کلمبی می آید. می بینید که برای مثال وقتی این دانه قهوه قرمز است یعنی قهوه با کیفیت بالا خواهیم داشت. آیا خود شما هم سینه چاک نوشیدن قهوه هستید؟ بله ولی نه به تعداد زیاد. سایر همکاران هم در همین ردیف قهوه می نوشند. آیا پزشکان به شما گفتند؟ اقرار در هر چیز صحیح نیست. البته مصرف کم قهوه خیلی هم خوب است. پرسشی را که از همکارانتان هم پرسیدم چگونه یک قهوه خوب یا بد را تشخیص بدهیم؟ قهوه خوب قهوه میانگین از بوداده تا دم کردن است و اصولا باید گرم نوشید. به نظر شما نوشیدن یک قهوه در چه ساعتی مناسب تر است؟ من شخصا قهوه صبح و بعد از نهار را می پسندم. شبها هم می نوشم ولی مشکلی برای خوابیدن ندارم. L'échantillon est prêt. Première question, peut-être un peu collective. Pour quelle raison vous avez accepté d'être membre du jury? Jérémy Donan, یکی دیگر از داوران که ابتدا به این پرسش پاسخ داد. چرا پذیرفتید داور کنکور قهوه باشید؟ پذیرفتم چون در کنکور چای هم برای همین مؤسسه AVPA فعال هستم. خواستم در این کنکور که متخصصین قابل توجهی حضور دارند شریک باشم. رابطه شما با قهوه حرفه‌ای و شغلی است یا که شخصی و علاقمند به نوشیدن قهوه هستید؟ هر دو، چون مانند چای دلپذیر است. حرفه‌ای است برای اینکه جزئیات و شاخه‌های کاری را مستقیما دنبال می‌کنم. می‌دانید مزه هر چیز از جمله قهوه به سلیقه شخصی برمی‌گردد. بوی خوش و یا بد قهوه نداریم. صحبت از سلیقه است. می‌شود گلی را دوست داشت یا نه، اما در ماهیت گل ایرادی وجود ندارد. پرسش بعدی من این است که در زمان جوانی من وقتی در کوچه ای از مغازه قهوه فروشی عبور می کردیم بوی خوش قهوه از فاصله 100 متری به مشام می آمد. اما حالا در فاصله 10 سانتی متری فنجان قهوه بویی به مشام نمی آید. دلیلش چیست؟ Je pense que, concernant l'odeur du café dans la rue, moi effectivement je me rappelle qu'à Toulon, quand j'étais gamin... بله من هم یادم هست دوران کودکیم در شهر طولون چنین بود. اما امروز بخشی را متوجه به محیط زیست و مولکول هوا می دانم. بوی همه چیز می تواند فرو رفته در جب بشود. و حالا مدیر مؤسسه آقای فیلیپ جوگلار. اجازه بدهید گفتگوی من را با این پرسش آغاز کنم که رابطه شخص شما با قهوه چگونه است؟ Quel est votre rapport avec le café? C'est une très longue histoire. Donc c'est à la fois très simple et très difficile. En fait, je suis rentré dans le café absolument par hasard. قصه بلند و بالایی دارد. من بر حسب تصادف در دهه 80 با تجارت قهوه آشنا شدم. آن زمان مد شده بود عده‌ای می آمدند و شرکت‌های ورشکسته را می خریدند. من هم چنین کردم، یعنی شرکت قهوه کلمبی را وارد می کردیم. از همان زمان
هم مشاور خرید شدم و هم بازاریاب این محصول یعنی قهوه. اما در مسیر شغلی حالا کنکور قهوه را هم برگزار میکنم. تمایل حرفه‌ای شما و نوشیدن یک فنجان قهوه را چگونه ببینیم؟ من شخصا ابزار تهیه قهوه و انواع مختلف قهوه ها را در خانه دارم. میدانید به پرسش اساسی در کلمه لذت هم می شود توجه کرد. پیشتر، زمان اتفاق و یا در پایان. و این سر مرحله در همه سلیقه ها و برای همه مواد می تواند وجود داشته باشد. اما فکر می کنم لذت پیشتر از دو مرحله دیگر بدترین مرحله نباشد. آقای جوگلار، پرسش من خیلی هم از سر بیگناهی نبود. در این سالها که شما را می شناسم، شما کنکور چای، روغن زیتون و حتی انواع آب نوشیدنی را برگزار کردید. این علاقمندی شما از کجا می آید؟ ابتدا وسوسه شناخت بهترین محصولات از هر نوعش. این کنجکاوی را مثلا در شراب هم می شود داشت. می خواهید همیشه برترینش را داشته باشید. نکته دوم و پنهان، انسان‌هایی هستند که در پشت هر محصول وجود دارند. اینجا منظورم کارگران مزارع دشت قهوه است. زنان و مردانی که در امر کشاورزی کار می‌کنند. در هر کلمه قهوه پشت آن این مردان و زنان حضور دارند. و حالا پرسش آخر و خصوصی، قهوه‌تان را با شکر میل می‌کنید یا بدون شکر؟ حتما بدون شکر، چرا که وقتی طعم واقعی قهوه را بدون شکر چشیدید و شناختید، دیگر محال است به آن قند اضافه کنید. در شهر جیبرنی که شهر کلود مونه هست و موزه از آثار او، پیشتر موزه امریکایی ها بود، ارتش امریکا در جنگ جهانی دوم، که چندین سال است اونجا تعطیل شد، بسته شد و جانشین اون موزه امپرسیونیست ها و نمایشگاهی که خوشبختانه این شانس برای دوربین زیر آسمان پاریس به همراه چند روزنامه‌نگار دیگر که با وجود راهنما، با وجود حضور رئیس موزه، گزارشی رو بتونم تهیه کنم و در پایان هم مصاحبه با مدیر موزه که شخصیتی است جوان اما بسیار آگاه به هنر امپرسیونیست ها، که امیدوارم اون رو بپسندید. De faire contraster
و اما در پایان بازدید از آقای فدریک فرانک مدیر موزه پرسیدم شاید پرسش من یک سؤال ساده لوحانه باشد، اما بگویید نقش یک مدیر موزه چه هست؟ Quel est le rôle de directeur d'un musée? Oui, il se trouve qu'ici à Giverny, nous sommes deux directeurs de musée. Donc, il y a un directeur scientifique qui vraiment travaille sur la collection, les expositions, la recherche, parce que en fait, dans les musées, on préserve un patrimoine, mais on crée aussi du savoir. جالب است بدانید که اینجا در این موزه جیورنی امپرسیونیست‌ها دو مدیر داریم. اولی مدیر علمی که کارش کاملا علمی است، یعنی آثار و تابلوها را نظارت می کند، و سپس مدیر ناظر که موضوعات نمایشگاه ها را برای تماشاگر فراهم و به این ترتیب مدیریت او شکل می گیرد. برای مثال اینکه سال آینده چه کنیم، یعنی فراهم سازی ها را چگونه فراهم کنیم. در یک کلام هر موزه بسته به وظیفه و تخصص و آشناییش میراث فرهنگی را پاس می دارد و به بازدید کننده ارائه می دهد. آقای فرانک، قبل از آشنایی با جزئیات و موضوعات دیگر، چرا موزه ها نگاه به دیروزها دارد و نه به امروز؟ البته این وظیفه و نقش یک موزه است که به گذشته بپردازد. قرار دادن هر شی در موزه پاسخگویی به ارج همان شی است. کار با هنرمندان معاصر ساده نیست. این کار را البته ما قبلا کرده ایم، ولی نقش موزه با نمایشگاه و گالری های هنری کاملا فرق دارد. بله، ولی منظور من از این پرسش این بود که بسیاری از هنرمندان در زنده بودنشان اثرشان دیده نمی شود و شهرتی ندارد مگر بعض از فوتشان و آنها در موزه ها. نه، اشتباه می کنید. مثلا همین کراس در زنده بودنش بسیار مشهورتر بود تا امروز. آیا وجود موزه شما در کنار خانه کلود مونه کار شما را ساده تر می کند یا دشوارتر؟ البته که به ما کمک می کند. نام ژیورنی و همینطور کلود مونه برای ما یک سرمایه و شگفتی است. آمدن جهانگردان و یا فرانسویان برای دیدن یک موزه، آن هم در یک دهکده، معنای دومی دارد و این ارزش نهان کار ماست. آقای فرانک، پرسش آخر که هر بار لازم بوده با مردان و زنان هنرمند مطرح کردم، آیا موافقید که تنها شانس باقی مانده برای همه ما فقط فرهنگ است؟ مسلما اگر به این قضیه باور نداشتم، شغلم فعالیت هنری و مدیریت موزه نبود. برای من در دامنه نقاشی و یا حتی موسیقی، حس و حس تقسیم با دیگری ارزش و اولویت دارد و این یک حس بین المللی است. شانس ما در واقع سفر است. رفتن به امریکا، اروپای شرقی و یا هر جای دیگر، یا مثلا افریقای شمالی و آسیا، در آن زمان شما اشتراک بیشتر را لمس می کنید و اسباب این اشتراک فقط و فقط می تواند فرهنگ باشد.